اول یه, نکته اشاره بکنم چون انصاف به هر حال علمی و اخلاق ایجاب میکنه که به هر حال مطلبی رو نقل میکنیم یا نسبتی به شخص معینی میدیم واقع بینانه باشه اشاره شد به مفهوم مثلا بازگشت بخیش که هم در صحبت آقای جناب نوریزاده بود هم در صحبت جناب دوشوکی بود و به اشخاص معین نسبت داده شد چون بعدم خودم کم و بیش با این مسائل مفاهیم آشنا هستم عرض می کنم که بازگشت به خیش اصولا یک مفهومی بوده که مفهوم جهان سومی بوده قبل از اینکه روشنفکران مسلمان در ایران یا جهان عرب مطرح کنند دیگران مطرح کردند مشکلات بسیار روشنفکرانی که در برابر استیلای غرب بودن نمیدونم غرب در برابر آسیا مطرح شد خیلی چیزا تزایی مختلفی مطرح شد برای بازیابی هویت اسلامی یا ایران مثلا ایرانی اسلامی و بعد این مسئله مفهوم بازگشت اصولا یک مفهومی بوده که به از غرب خودش الهام گرفته شد همین جهان مدر در اینجا رونسانس که به وجود آمد رونسانس یعنی بازگشت به لازر لغوی بازگشت منطب چی؟ بازگشت به فرهنگ هلنی به هنر و فرهنگ هلنی به فلسفه یونانی به حقوق رومی با اون بازگشت یه نوع رفرم مذهبی هم به وجود آمد خود لوتر و لوتری ها و همسار ها نوعی بازگشت داشتند در جهان اسلام هم از حدود 150 سال پیش از زمان شیخ محمد عبدو و سید جمال و دیگران و دیگران این مسئله بازگشت به خیش مطرح شده و این بازگشت به خیش هم به معنی بازگشت به توحش و بربریت نبود انصافا وقتی در کلام و گفتار اونها وقتی که نگاه کنیم بازگشت به اون ایمان صدر اسلام بود نه بازگشت به زندگی صدر اسلام به قرن هفتون حالا در اون افکار آموزه های اون پیشکسوتان و بزرگان گذشته ما ممکن خلل و فرجی به قول قدیمی ها وجود داشته باشه که امروز بتوان از اونها تفسیرهای دیگری ارائه داد اما اینکه جهان اسلام چه کار میتونه بکنه به نظر من این یک پدیده پنی بنیادگرای خشین و خونینی که الان در جهان جهان اسلام در جریان و متاسفانه داره غرب و تمدن غربی رو هم تهدید میکنه به هر حال تک عاملی نیست که الان ما به عوامل مختلفی اشاره بکنیم ولی تا اونجا که مربوط به علایق من و به عنوان یه پژوهشگر مسلمان و به آشنا با تاریخ اسلام و آشنا با معرف اسلامی مربوط میشه به نظر من باید اون جمله معروف اقبال لاهوری رو عرض کنم که در 80 سال پیش امروز آویزه گوشمون بکنیم که من همیشه از اون یاد میکنم و اون این, این بود که اقبال گفت که اکنون وقت آن رسیده است که در کل دستگاه مسلمانیمون تجدید نظر بکنیم ما نمیخوام دینمون رو تغییر بدیم اما میخوایم که در بینش دینی در تفکر دینیمون از اون بای بسم الله تا تای تا تمتش باید ما تجدید نظر بکنیم این مشکل فقط مشکل شیعه و سنی این شیعه و سنی نمیدونم یک روپوش هست یا حتی مسائل و مفاهیم سیاسی و سیاسی هم باز در حاشیه قرار داره اون که بنیادی هست همون گونه که به درستی آقای دوشوکی گفتن اساسا این رفرم مذهبی رفرم اسلامی که از 150 سال پیش شروع شد و داشت تا لاغر تا انقلاب ایران داشت به یک جاهایی میرسید داشت یواش یواش گسترش پیدا میکرد متاسفانه بعد از انقلاب ایران بعد از این دعواها بعد از این جریانات اخیر در جهان اسلام و بعد از بهار عربی حتی که به نبود بهار عرب باشه برای عربها یا مسلمان ها میدیدیم دیدیم که به خزان و به زمستان تبدیل شد، میبینیم که همون دستاوردهایی را که در گذشته مثلا دار و تقریب درست کردن واقع. بحث وحدت شیعه و سنی رو مطرح کردن برای اولین بار نمیدونم شیخ مثلا محمد حسین کاشف القتا میره برای فلسطین در کنگره فلسطین معتمر اسلامی شرکت میکنه برای اولین بار تمام علمای اهل سنت پشت سرش نماز میخونن آیت بروجردی از یک طرف شیخ محمود شلتوت مفتی الاثر از سوی دیگه اینا دارو تقریب درست کردن نمیدونم که مرحوم قومی رفت اونجا دیگران رفتن این همه تلاش ها متاسفانه بعد از انقلاب ایران و این هژمونی طلبی جمهوری اسلامی و همینطور دیگر قدرت های منطقه ای دخالت های خارجی و اخیرا بعد از 11 سپتامبر همه اینها دست به هم دیگه داده وضعیت به اینجا رسونده تا اونجایی که به مسائل مذهبی و فکری و بی بینشی برمیگرده به نظر من این تجدید نظر در کل دستگاه مسلمانی نقطه آغاز کاره که البته الان در جهان اسلام به روشن روشنفکران مسلمان، نواندیشان مسلمان در جریانه ولی متاسفانه اینا نه ای دارن، نه ای دارن، نه امکاناتی دارن، نه صداشون در دنیا شنیده میشه